من از شما یه پرسش دارم هموطنان گرامی، که این شخصی که از من چنین پرسشی رو میکنه دشمن هست یا خودی؟ از جمهوری اسلامی یا از ملت ایران که تو سرش میخوره؟ از همراهان به قول معروف و پشتیبانان جمهوری اسلامی، پشتیبانان جهانی جمهوری اسلامی هست؟ یا از ملت تو سری خورده؟ من براستی پاسخ دارم هم به زنان گرامی، ولی شرمم میشه بگم. شاید این هموطن راستی نیندیشیده باشه در ارتباط سخنی که گفته. هر بار که آدم میخواد مطلبی رو بگه همینطوری دهان رو باز نمیکنه و همینطوری سخن رو پرتاب نمیکنه. راستی باید موقعی که سخن میگی خرد کمانت باشه و دانش تیره، نمیتونی همینطوری پرتاب کنی و از عواقبش نترسی. به قول اون سروده چی بود؟ سعدی بود. با اینکه من اصلا یک فشیل به این به قول معروف دانشمند تازی ارزشی نمیذارم، یه سروده داره. من قبلا مساق این سروده رو، ریشه این سروده رو از فردوسی گرامی برای شما هم وطنان گرامی گفتم، ولی اونقدر درون من در ارتباط این مبارزه و این مردم راستی خسته از هموطنان گرامی که یاد آوردن همه چیز همیشه برای من ممکن نیست. میگه چه میگه؟ سعدی میگه نظر کن چو سوفار داری به دست، یا به شست ته سوفار اون ته تیر هست. میگه حواست باشه اون زمانی که نشونه میری و اون ته تیر هنوز توی شخصت هست باید نگاه کنی، نه آن دم که پرتاب کردی زده. پرتاب کردی باید پاسخ بگی، یا باعث خرابی میشی یا باعث این میشی که دشمن رو نتونی هدف بگیری و دشمن هدفت بگیره و به خاکت بندازه. هموطنان گرامی، چنین کسی براستی کی هست؟ کسی از هوک شطر پرسید که هی چگونه میخوای این ارتش رو بازسازی کنی؟ چگونه میخوای ارتش شاهنشاهی ایران رو سازمان بدی؟ از کوروش کسی این سخن رو پرسید؟ نه، ولی از هوشنگ که میخواد برای مردمش، برای فرهنگش مبارزه کنه میپرسند، که البته اونم مستقیما کسی درگیر هوشنگ نمیشه و ماموریتی به راستی جمهوری اسلامی به گردن بسیاری از این هموطنان خارج از میهن گذاشته که هوشنگ رو باید ندیده گرفت، زیرا که همین که درگیر هوشنگ بشن درگیر یک تاریخ میشن. اگر درگیر هوشنگ بشن درگیر به قول معروف مبارزه یک ملت و هویت یک ملت میشن. برای این سعی میکنم که ندیده بگیرم و از بغل هوشنگ رد شم، زیرا که در طی تاریخ همه از بغل فرهنگ ملت ایران رد شدند و هر کس سخن خودش رو بود. در ادامه محاوره من با این هموطن که همسر من هم حضور داشت، همسر من مطلبی رو گفتن که
ملت ایران خودستیز است. البته این مطلب رو خلاصند گرامی چندین بار گفته بودند. با شیوه اندیشه من همسر من بسیار و به خوبی آشنا هست. گفتم من که بارها و بارها این مطلب رو باز کردم و خود ستیزی براستی دلیل تضادهای درونی یک مردم هست و برایندی موجود نیست. هموطنان گرامی، من اگر مطلبی رو کسی میگه یا با مطلبی بر میخورم، سعی میکنم که این مطلب رو باز کنم و از به قول معروف یک جا و کلیشه‌ای سخن گفتن راستی فاصله بگیرم، زیرا که درمان زمانی هست که یک مطلب یک مقوله انالایز بشه به اجزای مشخص و بتونه آدم روی این اجزای مشخص تحلیل کنه. علت این خودستیزی هموطنان گرامی این هست که در طی تاریخ ملت ایران تحت جبر و شمشیر و فشار و غارت و هجوم فرهنگ‌های بیگانه به قول معروف از هر کس مطلبی رو گرفت، از هر کس ژنی رو گرفت و این زمینی که موجود بود، این زمین در واقع این ملتی که موجود بود، همه انواع مختلف گیاهان، نمیدونم داده های دیگر درش به قول معروف کاشته شد. هموطنان گرامی و گم شده ملت، مثل اینکه یه نفر مثلا یک پیراهن مندرس و یک شلوار مندرس داشته باشه و طی تاریخ هر جای این پیراهن یا شلوار یا این لحاف هر جاش که پاره شد یک وصله‌ای بهش زده باشه. زمانی که توجه میکنی و یه نگاهی به این به قول معروف مطلب میندازی، متوجه نمیشی که اون پارچه اصلی کدامه و چی هست و چه رنگی داره و چه خصوصیاتی داره. ملت ایران با چنین تناقضات تاریخی روبرو هست و این خودستیزی هموطنان گرامی آگاهانه نیست. من به شما بگم این رو، یعنی ملت ایران دراستی آگاهانه روی شاخ ننشسته و بن میبره، نه، زیرا که اگر آگاهانه باشه خب آدم زمین زیر پاش رو میبینه و این اره که دستشه میبره و میدونه که میفته زمین، ناگاهانه هست، همینطوری داره میبره و چه نتیجه ای میگیره و به کجا میرسه؟ هموطنان گرامی با خبر این مطلب نیست. مثل یک کشتی میمونه که بادبانای کوچک داره، چندین بادبان داره، ولی هر بادبانی جهت خودش رو از پیش گرفته. یک ناخدا نیست که این بادبانا رو مثلا توی زاویه قرار بده. یک استراکچر و استخوان بندی نیست که بتونه این بادبانهای کوچک رو برایندشون رو در یک جهت قرار بده. این مطلب ملت ایران هست، زیرا که هرگز در طی این 1400 سال
هژمونی فرهنگی رو به دست نیاورد.